برادر مسعود رجوی، اسم مرا هم در مؤسس پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز و مجاهدین گرامی. تو خیابون امام رضا بر روی بارگاه ملکوتی، من لازم دونستم به علاوه اینکه دعوت برادر مسعود رو لبیک گفته باشن و ازشون درخواست کنم که نام من رو هم در مؤسسان پنجم سازمان مجاهدین یادداشت کنم و از طرف دیگه هرچند نالایق و قابل نیستم، خواستم نایب و زیاره برادر عزیز مسعود و همچنین خواهر بزرگوارم مریم رجوی، ما حداقل چیزی که در توانم بود خواستم که انجام بدم و همیشه بگم من گرچه دوریم از نظر مسافتی، ولی مطمئن باش برادر و خواهر من، قلب های ما متصل به هم، هدف ما یکی و راه ما مشخص. امیده که به زودی زود از شر دشخیمان وطن خلاص شه و به معنی واقعی آزادی، سعادت و کرامت انسانی رو در زندگی روزمره شاهد بشین و امو جهان روز موفق و معید بشین و مجدد نایب زیاره همه شما بزرگواران و دوستان، بلخص برادر مسعود بزرگوار و مریم خواهر خوبم، هست موفق، معید، سربلند، یا علی و بندم خبرنگار سیمای آزاد. یا علی. خبرنگار سیمای آزادی هست، با کانون بازنشستگان شهرداری شیراز هست که اسمش کانون هست اما به هیچ کدوم از درهای مردم رسیدگی نکرده و نمی کنم و امیدوارم که این فیلم درست پخش بشه. با درود به آینده روشن، فعلا به خدا می سپارم تمام برادرمون، دست برادر مسعود می بوسم و پشت پای کفش مریم رجوی رو می تونم بگم شیر دل زن مردی که جهان را متقاعد به حقانیت و آزادی خواهی سازمان جوانان مجاهدین ایران یا به قولی ارتش آزادی بخش ایران که با اعلام ارتش آزادی بخش ایران افراد زیادی که من در ارتباط باشون هستم خب دارن یواش یواش گرایش خودشونو اعلام میکنن که بله، برایشون توضیح میدم که رهبری این جریان به دست سازمانی هست که 43 سال و خیلی بیشتر از 43 سال، شاید حدوداً 50، بیشتر از 50 سال مقاومت کرده تا به امروز و با این همه تهمت و افترا و کارهای خیلی بدی که در شأن خودشون و ذات کثیف آخوندیشون هست به ما اطلاق کردن که خب این باعث میشه که اشک من در بیاد.
حرامزاده دجال و وطن فروش مملکت رو به گند کشید. خدا عذاب با لعنتش کنه. لعنت بر خمینی، لعنت بر خمینی. رأی من سرنگونی. نام مرا هم در مؤسسان پنجم بنویسید.